به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. به یک از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تیم ملی کرکت افغانستان حریف نیرومند و دیرانه‌هایش پاکستان را برای نخستین بار در یک بازی بین‌المللی شکست داد. اولین بازی از ساعت مسابقات 20 آورده دوره دو تیم از شارجه برگزار شد و افغانستان با تفاوت قابل ملاحظه پاکستان را مغلوب کرد. تیم پاکستان ابتدای توپ زنی کرد و با از دست دادن 9 بازیکن خود در 20 دور 92 امتیاز را برای افغانستان هدف تعیین کرد. افغانستان در مقابل با از دست دادن تنها 4 بازیکن و در 18 دور به هدف تعیین شده رسیده است که نخستین برد تاریخ در برابر پاکستان در یک بازی بین المللی رقم زد. حادثه ترافیکی در دایکنده جان 2 نفر و 8 زخمی بر جا گذاشت. در پای وقوع یک حادثه ترافیکی در ولسوالی شهرستان دایکنده 2 نفر جان باخته است و 8 نفر دیگر زخمی شدند. فرماندهی امنیت طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. خلیلزاد: امریکا و طالبان باید تعاملشان را برای تطبیق توافق دوحه افزایش دهند. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین امریکا در امور صلح افغانستان و معمار توافق دوحه گفته دولت امریکا و طالبان باید تعاملشان را برای تطبیق کامل توافق یاد داشتند. خلیلزاد روی سفید تویترش نوشته است: بعد آقای طالبان مبنی بر کشته شدن 3 عضو کلیدی داشت در بلخ مطرح کرده است. و در پایان، ژاپن 21 میلیون دلار به افغانستان برای دسترسی کودکان به واکسین آب سالم کمک کرد. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید دولت ژاپن بیش از 21 میلیون دلار آمریکایی برای دسترسی کودکان در افغانستان با واکسین های ضروری و آب سالم کمک کرده است. و گفته یونیسف از این مقدار کمک 18 میلیون دلار آنها به فراهم ساختن واکسین اختصاص کردند. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، اعلی نگهدار.